اساساً در شاد بودن به شادی اهل بیت ثواب بیشتری هست تا در غمگین شدن به مظلومیت اهل بیت، چون رنج اهل بیت دیده میشه و اگر کسی عقلش به دیدش باشه مظلومیت اهل بیت رو لمس میکنه، متأثر میشه و تأثر خودش رو نشون میده. نمیتونه فرح و سرور جایگاهی مثل عید قدیر رو ببینه. شاد شدن به شادی اهل بیت دشوارتره تا غمگین شدن در عزای اهل بیت. اینا رو یادمون باشه. من خدمت سروران عزیزم تمنا میکنم توجه عمیق بکنن. در روایت میفرماید در عید قدیر مورد عفو قرار میگیرن، مورد بخشش و مغفرت و رحمت قرار میگیرن مؤمنین. بیش از ماه مبارک رمضان و شب عید فطر، شب عید فطری که هر کی در ماه رمضان بخشیده نشده باشه در شب عید فطر بخشیده میشه و بیش از تمام طول سال. میفرماید عید قدیر رو کسی گرامی بداره تا گناه کبیره ای انجام نداده، اگه از دنیا بره تا سال بعد مات شهیدا. هر کاری شما در عید قدیر از ثواب انجام میدید، ثواب 80 ماه عبادت رو به شما میدن. در روز عید قدیر هر بری، هر قدمی برای برادران دینی برداشته بشه، لا تعد و لا تحصى. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید اطعام به مؤمنین مانند اطعام همه انبیا و صدیقینه. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخنرانی کردن عید قدیر، در روز جمعه ای بود، بعد مؤمنین رو جمع کردن بردن خونه امام حسن مجتبی علیه السلام، هم اطعام کردن مؤمنین رو هم هدیه دادن بردن. و امام رضا علیه السلام سنتشون این بود عید قدیر هر کی می اومد خونه شب نگرش می داشت برای شام و میخواست بره هدایای متنوع از انگشتر تا پارچه تا هدایای مختلف می داد اینا رو ببر برید بچه هاتون. امیر المؤمنین علی علیه السلام سخنرانی می کرد، سفارش می کرد از اینجا رفتید برید به خانواده هاتون برسید، برید بهترین غذا رو برای خانواده‌تون تهیه بکنید. خیلی عجیب گرامی می داشتن. امام صادق علیه السلام می فرماید قدیر در آسمان ها شناخته شده تر و مشهورتر از زمین است. فرشته ها گناه نمی کنن. کجا تزبین می شه گناه نکنن؟ عید قدیر در قصری که برای جشن قدیر تعبیه شده در آسمان بالا. اونا بهتر قدیر رو میشناسن تا ما. اونا میدونن هستیشون به عید قدیر بسته است. هر یه درهمی که شما در راه خدا صدقه بدی، انفاق کنی، صله بدی، خب 10 برابر حساب میشه. روز عید قدیر این کارو بکنی، در روایت هست 200,000 برابر براتون حساب میشه. اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. هر کجا بودی یه کاری کن عید قدیر نجف اشرف تو حرم امیر المؤمنین بشی. در روز عید قدیر خدا چیکار میکنه؟ یغفر لکل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه ذنوب 60 سنه، گناه 60 سال رو میبخشه. و یعتق من النار، نجات میده از عذاب الهی، ضعف ما اعتق من شهر رمضان و لیلت القدر و لیلت الفطر. فطر 2 برابر شب قدر، 2 برابر شب عید فطر، 2 برابر ماه مبارک رمضان. خدا از آتش جهنم روز عید قدیر نجات میده. خب
در این روز دستور داده شده مؤمنین با هم مصافحه کنن، دست بدن، روبوسی کنن. آخر روایت رو دو تا کلمه است میخوام بگم، جیغ نکشی یا والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم به حقیقته، مردم اگر فضل این روز را به حقیقتش درک کنن، لصافحتم الملائکه فی کل یوم عشر مرات، هر روز ملائکه، نه فقط روز عید قدیر، در طول سال هر روز ملائکه 10 مرتبه باهات مصافحه میکنن. دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بالا گرفت و من کنتو مولا فهذا علی المولا. بعد اومد نشست. حالا مردم برای 1 دقیقه وایستادن اونجا زیر آفتاب چونه داشتن میزدن، فرمود همه بیاد یکی یکی با علی ابن ابی طالب دست بدید بیعت کنید. گفتن آقا جمعیت زیاد، 3 روز طول میکشه این جمعیت بخواد یکی یکی دست بده. فرمود ما میشینیم همه دست بده، خوام ببینم. گفتن خانوما چی؟ خانوما که نمیتونن دست بدن. فرمود یه ظرف آب بیاریم. علی دست به اون ظرف آب میزنه، خانوما هم دستشون رو بزنن. آقا چجوری باید به ما بگن مهمه؟